آخون جماعت سر هر چیزی کلاه شرعیش رو داره، هر جنایتی میکنه یه کلاه شرعی میذاره. کاری ندارد. میگویند که حضرت آقا عاشق مرتضی این رژیم قبلی بدون جهت سقوط کرد که مردم رو در حوزه سیاست راه نمیداد. خب ما کلک میزنیم چیکار میکنیم؟ ما که خلافت رو داریم، میخواهیم داشته باشیم. خیلی خوب، به ظاهر میاییم یک انتخابات را میاندازیم، چهار تا بوزینه از این اجامر اوباش خودمان میندازیم وسط، میگوییم شما مخیرید بین این سه بوزینه، اما راه به آدما نمیدیم. از یک سو مردم رو میکشیم، اجامر اوباش و غیر اوباش و آدمای خوب و فلان اینا رو میکشیم پای صندوق که از فرط اضطرار و بدبختی به مقصود گشایشی در کار این بیچارگی این وضعیت بیان پای صندوق، دوربینا رو میاریم به این ملائین خارجی میگویم ببینید این از دموکراسی در ایران، این آزادترین کشور در جهان است. از سوی دیگر چماق دست خودمان است. آشم مرتضا من که هستم، رفسنجانی هم که هست، این شورای نگهبان عرض کنم که هست، 12 بوزینه اونجا نشستن نمیگذارن چیزی بشود که این جامعه گشایشی پیدا شد در آن. و چوم و چماق هم که داریم، سپاه پاسداران و سارالله و جارالله و بسیجی و آدمکش و چاقوکش و اینا هرچی بخواید داریم، پول نفت هم داریم پرداخت میکنیم به اینها، به این استبداد ادامه میده. این ظاهرمون هم دموکراتیک هست. این بهترین کلکیست که عاشق مرتضی زده. واقعا رژیم گذشته این صداقت رو داشت، بگوید مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومنش بدیم بره. اینها در حرامزادگی البته نظیر ندارن این آخوندها، فراموش نکنیم. هوششون هوش موشی هست. ببینید تفاوت از بین آدم هوشمند آدم باهوش. اینا هوشمند نیستن اصلا، یه آخوند هوشمند هم در همه تاریخ مسراغ نداره، اما حواسشون به منافع خودشون خوب هست. عاشق مرتضی نون سنگک 2000 تومن بشود 500 تومن، به اون یک بوزینه دیگری رای بدهد که نجات پیدا کند، از این 1000 تومان و 2000 تومان بشه 500 تومان. 3-4 تا از اجامر و اوباش هم انداختن وسط میدان، سر ملت بیچاره هم گرد کردن که مثلا انتخابات دارن. یکی نیست بگه که آقا ما که حزب نداری، پدر با اون امامت، ما که حزب نداریم چگونه انتخابات داریم؟ مگه میشه بدون حزب انتخابات داشت؟ یعنی در واقع اینایی که ایران رو به غنیمت گرفتن خودشون با خودشون نمایش درست کردن. همه اینها سابقه جنایت داره. یکی اینترپل دنبالشه با دو تا دستور. اینا همون آدم کشان سال 61 تا 67 هستن، 67 تا 68 همشون جنایتکار هستن. یا جنایتکار بودن مستقیم یا عمله ظلم بودن. اینا در کلیت باید تشریف ببرن از این مملکت، چاره ای ندارن. اینا انقدر جنایت کردن که راه بازگشت و معذرت خواهی و استغفار برای اینا باقی نمانده. اینا همه داکیومنت شده، از مستنداتش هست. نگاه کنید به این یادداشت‌های منتظری، وقتی خمینی گفت بکشید دشمنان اسلام را به شیوه مولای متقیان، یه روز بلند شد فکر کرد مولای متقیانه، گفت امام همه رو بکشی، اونا هم که محکومیتشون کشیدن بکشی، اونا که زندانشون کشیدن میخوان آزاد بشن بکشی، همه رو پوست کن. این جنایاتی نیست که فراموش بشه. با این عرض کنم که ماسمالی ها و مالکشی ها و اینا جنایاتی نیست که مردم فتونن فراموش کنن. این همون رژیم هست. دست های اینا تا شانه خونین هست به خون ملت بیچاره ایران. بیمار رو اینا بردن تیربارون کردن، پاشکسته رو بردن کشتن، پیر زن و پیر مرد کشتن، بچه رو کشتن، زن آبستن رو کشتن. خولی و شمری کارا رو نکرد که اینا کرد. انتخابات دارن حالا، مردم ما رو مسخره کردن، توهین به شرافت این مملکت، توهین به هوش تاریخیش، توهین به تاریخش و نمیدونم به حیثیتش، همه چیز توهین کرد. خود انتخابات رو انداخت، خجالت هم نمیکشن واقعا.
وقاحت حدی داره اینا که داستان انگار دهنشون پاک کردن انگار نه انگار آقا چی شد این قتلای زنجیری قاتلاشون کجا هستن آمرا اینا کوشه چی شدن این جوانهای مملکت که کشتن در اون نمیدونم خاوران اجسادش هر رو میزنه پا بیرون اینا که بودن برای چه رفتن چه کسی اینها رو کشت نه اینکه این رژیم کشت انتخابات داریم اجامر و اوباش و جنایتکاران و قاتلان الان انتخابات هم رو انداختن حسن به جای تغییر تغییر به جای نقیر دوباره تغییر برمیداریم حسن میزنیم حسن میزنیم تغییر میزنیم سر ملت گرم میکنیم یادشون میره این مردم فراموشکارن راست هم میگن راست هم میگن ما تنها مردمی بودیم که از ضرب چماق دینمون هم عوض میکردیم دو بار عربا پیدا شدن در منطقه چی؟ برای منافع و اینها دینمون عوض کردیم چطور شد هندی عوض نکردن چرا یهودی عوض نکرد مسیحی ها هزار سال بعد یه دیوانه دیگری پیدا شد شمشیر کشید که از فردا علی بن ابی طالب همه چیز این مملکت دوباره عوض کرد فراموش میکنید دنبال منافع حالا این آقایون انتخابات رو انداختن خیلی خوب میشد که یک فیلمی بود از اعمال و رفتار همین آقایونی که منتخب هستن منتخب این رژیم که همینجوری که آقا صحبت میکنه اون بالای سرش اونجا هم فیلم اعمال گذشتهش نشون بده این آقا چه جنایاتی کرده چه چیزها گفته در کجا بوده چه دزدی ها میکنن اینها ملتی بیچاره رو چاپیده کجا رفته این 600 میلیارد دلار پول نه بیلانش کو همتن این زورگوها و دزدا من و شما رو آدم حساب نکردن هیچ موقع از قدیم و جدید آقا 700 میلیارد دلار نفروختن بیلانش کجاست خرجی چی شده یه راه آهن کشیدن که خب این با پول قند شکر بوده زمان رضا شاه بقیه‌اش کجا رفته خرجی چی شده اینا تا ریال آخر حساب داره کجا رفته اما انتخابات میگه بیان انتخابات کنید بیان رأی بدیم به ما پای صندوق ها حاضر شوید بله واقعا این توهین هاییست که تحملش خیلی مشکله حقیقتا تحمل این همچین توهینی مشکله مال مردم بدوزید بچه هاشو بکشید بی آبروش بکنید به تاریخش توهین بکنید زندان ها رو پر بکنی بعد انتخابات هم بکنی آقا انتخابات برای تغییره انتخابات که شما نباشین اساسا یه رفراندوم باید بشه بعد از 30 سال مردم جمهوری اسلامی میخواهند یا نه این تنها رفراندومیست که الان ضرورت در داخل ایران مردم دنبال این هستن